آنقدر درمانده بودم، آنقدر مشغله فکری در مغزم موج می زد که دیگر نمی توانستم به روز بعد یا آینده فکر کنم. فقط به فکر چاره همان روز و همان ساعت بودم. به هیچ کجا راه نداشتم، هیچ پناهی وجود نداشت. کجال را دیدم و از او خواستم چند روز در منزل دوستانش سر کند تا خانه مستقل اجاره کنم، و او از خدا خواسته گفت برای گرفتن خونه لازم نیست عجله کنی، من در منزل دوستان بسیار راحتم. گفتم اما تو که دیشب قوقا و محشر به پا می کردی، خونه مستقل می خواستی. خندید و گفت تا دیشب توی اون خراب شده مجبور بودم سر کنم، اما از امشب منزل دوستانم خوش میگذرونم. لحظه ای ایستادم و خوب تماشایش کردم. آیا این همان کژال است که در اهواز دیدم؟ با آن لباس محلی؟ آیا همان کژال است که از پاوه آوردم؟ همان که حتی یک خیابان از این شهر را بلد نبود؟ لباس اسپورت، دستکش های سفید، آرایشی که غلیظ‌تر از روز عروسیش بود. آیا این همان کژالی است که نمی دانست چگونه لبش را آرایش کند؟ بله، همان کژال بود. در دلم جستجو کردم. ذره ای از عشقم نسبت به او کمتر نشده بود. اگر بگویم بیشتر دوستش داشتم، شاید کسی باور نکند. شبها کژال در منزل رفقایش و من در اتومبیل می‌خوابیدم. نازگل هم که حسرت لحظه محبت مادر را به دل می‌کشید، طبق معمول در آغوش حاج خانوم تا صبح بهانه می‌گرفت. بهانه مادر، بهانه پدر، بهانه کانون گرم خانواده. زندگی من و فریفته با هم شروع شد و در موازات یکدیگر در آستانه نابودی قرار گرفته بود. خبردار شدم کریم سر ناسازگاری گذاشته بود. خبردار شدم عاشق مهناز شده، همان دختری که به بهانه بازی و قمار اکثر شبها را در منزل ما سر می کرد. همان که به هوای کریم می آمد و هیچ یک از ما خبردار نشدیم. همان که از طریق کژال برای کریم پیغام می فرستاد و پیغام دریافت می کرد. مهناز فوق‌العاده زیبا بود و به نحو ماهرانه‌ای کریم را به دام خود کشانده بود. هیچ راهی نبود. کریم چنان عاشق و دلباخته مهناز شده بود که تصمیم داشت حتی ارث پدریش را بگیرد، و فکری از مغزم عبور کرد که چندان خوشایند نبود. گفتم چرا من ارث پدریم را نگیرم؟ بهتر از اونه که بذارم زن نازنینم از دستم بره. خوشحالی لحظه ای سراغم را گرفت. بله، همین کار رو انجام میدم، پس مطب رو نگه میدارم. همون روز عصر به منزل پدر رفتم. آنقدر بیرحم بودم که حتی به موقعیت و وضعیت بیماری پدر نیز توجهی نداشتم. همه چیز و تمام دنیا برایم کژال بود و وجودش. به حاج خانم گفتم اومدم نازگلو ببرم. در ضمن از قول من به پدر بگید من سهم خودمو میخوام. مادر گفت فرهاد دیوونه شدی؟ پدرت که زنده است. تو حق نداری با ما چنین رفتاری داشته باشی. تو اصلا با چه روی به این خونه برگشتی؟ اون از خواهر بیچارت که گوشه رخت خواب افتاده و مرتب سرفه میکنه. همه دکترها علائم سل. گفتم فریفته دیگه خواهر من نیست، میخوام سر به تنش نباشه،
خواهری که انقدر بی چشم رو باشه به ناموس من دریبری بگه، من خواهر ندارم. هر کس کجالو نخواد من نمیخوامش. مادر گفت به جهنم که نمیخوای، بیا اینم بچت بگیر. و نازگل را با فشار در بغلم قرار داد، طوری که نازگل از فشار دست حاج خانوم زد زیر گریه. لحظه ای صدای گریه آهو در گوشم پیچید. چقدر صدای نازگل و گریستنش شبیه آهو بود. او را بوسیدم، اما نه جای نازگل که گویی آهو را می بوسیدم. رو از حاج خانوم برگرداندم و گفتم من حالا به این ارث احتیاج دارم، نه فردا. یادتون رفته روز اول شما و حاج آقا منو نصیحت میکردین که تحت هیچ شرایطی دل از کجال جدا نکنم؟ حالا چطور توقع دارید اجازه بدم به همین آسونی زندگیم از هم بپاشه و کجال از دستم بره؟ پول حاج آقا میخواد چیکار کنه؟ امروز این پول میتونه زندگی منو رنگ و روحی تازه ببخشه، اما فردا؟ مادرم گفت برو برو بیرون فرهاد، تو دیگه نه حیا داری نه آبرو. ما میترسیدیم یه روز توی دختر دهاتی و غریب و بی سر و زبون رو فراموش کنی. نگفتیم مار تو آستین خودت پرورش بده، به خاطرش خونه و مال و زندگی و پدرتو به حراج بذار. برو بیرون، دیگه نمیخوام حتی یک لحظه قیافتو ببینم. گریه های نازگل آنقدر اعصابم را به هم ریخته بود که دیگر حالی برای ادامه بحث با حاج خانوم نداشتم. از روی اجبار منزل پدرم رو ترک کردم. بیچاره بودم، بیچاره ترم شدم. حالا این بچه رو کجا ببرم؟ توی ماشین که نمیتونم بچه داری کنم. به ناچار رفتم جلوی درب منزل مهناز و چند بوق زدم. کجال با وضع فجیعی سر از پنجره بیرون کشید و گفت اینجا چی کار میکنی فرهاد؟ گفتم بیا پایین تکلیف این بچه رو روشن کن. دست تکان داد. منظورش این بود که صبر کنم تا بیاید. لحظاتی بعد کجال درب حیات منزل مهناز را گشود و در آستانه در ظاهر شد. گفت چیه فرهاد؟ چرا این بچه را اینجا آوردی؟ مگه توی خراب شده ای پدر جایی برای این بدبخت نبود؟ واقعا که این جملهش حقیقتی انکار نشدنی بود. واقعا که نازگل چقدر بدبخت بود که از همان سال اول زندگی حسرت مادر و دست گرم نوازشگر او را به حسرت می کشید. گفتم حاج خانم حاضر نیست دیگه نازگل رو نگه داره؟ کجال با ناخونهای بسیار بلند و سوهان کشیده که به طرز مرتب قرمز شده بودند گونه نازگل را همچون غریبه ها گرفت و گفت فرهاد جان، من که نمیتونم بچه به این کوچیکی رو توی منزل دوستم نگه دارم. اصلا خودت فکر کن، خوبیت نداره، من خودم هم اینجا اضافیم. گفتم نه خیر خانم، اضافی نیستی، این بچه مزاحم قمارت میشه، درسته؟ گفت هر طوری که میخوای حساب کن. و رفت و درب را محکم به یکدیگر کوبید. آن شب چه شبی بر من و نازگل گذشت. باران تندی میبارید که شدت دانه هایش را بر روی شیشه اتومبیلم به راحتی میتوانستم تشخیص دهم. به صندلی جلو که نازگل و رخت خوابش را در کنارم حفظ میکرد خیره شدم. چه شبها و چه روزهایی که این صندلی خالی بود و حسرت داشتم کجال رویش بنشیند. چه شبهایی که جاده های بی انتهای عشق را پیمودم و خاکهایش را زیر چرخ همین اتومبیل له کردم تا به او برسم.
به دیدنش بروم. اما حالا او کجاست؟ من کجا هستم؟ صدای شرشر باران، صدای میک زدن پستانکی که در دهان نازگل به هر سو میچرخید، صدای آهنگ ملایمی که سوز غمناکش شدت دردهایم را افزایش میداد. خوش به حال آن روز که به سوی اهواز میرفتم، به سوی سنندج، به سوی پاوه. خوش به حال آن روز که بهترین کت و شلوارم را پوشیدم، کراواتم را زدم، کیف و کمربند و جاسویچی از پوست کروکودیل خریدم تا کجال مرا بپسندد و به شوهرش ترجیح دهد. خوش به حال آن شبها که تشنه یک نگاهش بودم و فرسنگ ها می رفتم و خم به ابرویم نمی آوردم. خوش به حال آن روزها که هیچ هراسی از پایان نداشتم و آغاز کردم. از پایان وحشت نداشتم، از پایان نه هراسیدم و آغاز کردم، مصرانه آغاز کردم. صدای نقهای نازگل رشته های افکارم را از یکدیگر گسیخت. چراغ های اتومبیلم را روشن کردم، راه افتادم. به کجا؟ نمیدانم. بچه سردش بود، میلرزید. برگردم خونه پدرم؟ نه، دیگه اونجا جایی برای من نیست. برم مسافرخونه؟ پولهای جیبم را بیرون کشیدم. هر چه که داشتم به کجال داده بودم. بدنم درد میکرد. استخوان‌هایم به دنبال تریاک بر سرم فریاد می‌زدند. طاقتم تاق شده بود. به هر بدبختی بود، آن شب را در اتومبیل و در کنار کودک بی‌گناه و حسرت به دلم گذراندم. روز بعد به دیدن یکی از دوستانم رفتم. مقداری از او پول به عنوان قرض گرفتم و به یک مسافرخانه رفتم. مسافرخانه مرتب. چه خاطره‌ای در آن مسافرخانه داشتم. انگار دست سرنوشت مرا به آن مسافرخانه کشاند. روی همان تخت که روزی قدرت بر روی آن خوابیده بود مرا انداخت تا یادآوری باشد برای وجدانم. قدرت رفت، کجال برای من باقی ماند. بازمانده قدرت آهو بود که اون نیز دوام نیاورد و به دنبال پدرش رفت. من ماندم، کجال ماند. از من و او کودکی به جا مانده، نازگل من. عجب زندگی پردرد سری. و شاید تازه اول راه بودم، اما نمی دانستم که چند روز در مسافرخانه اقامت کردم. هیچ خبری از ارث پدر نشد. چند بار تلفن زدم. خانواده‌ام حتی حاضر نبودند با من مکالمه تلفنی داشته باشند. بالاخره کاسه صبرم لبریز شد. گرسنگی نازگل، بیپولی، ولگردی‌های کجال دست به دست هم دادند که مرا دیوانه تر کنند. شیطان را صدا کردم. آری، خودم صدایش کردم. از او خواستم کمکم کند. آری، خودم خواستم. دروغ است که شیطان به سراغ انسان می آید. این خودمان هستیم که خدا را فراموش می کنیم و به شیطان پناه می بریم. گفتم کمک کن شیطان. خنده کرد و گفت زیر زمین پدرت، جواهرات قیمتی حاج خانوم. از جا پریدم، شروع کردم به قدم زدن. درد استخوان امانم را بریده بود.
به حد کافی تریاک به بدنم نمی رسید. عرق می کردم. گاهی تصمیم می گرفتم نقشه شیطان را عملی کنم و گاهی پشیمان لبه تخت می نشستم. نازگل مرتب گریه می کرد و نق می زد. به وضع خودم نگاه کردم. به فکر کجال فرو رفتم. نکند از من سرد شود و نه. در آن خانه هزاران گردن کلفت رفت و آمد دارند. کجال خوشگل و طناز است. اشوه‌هایش کوه را آب می کند و مرد را به زانو در می آورد. باید فکری کنم. باید کجال را از آن خانه بیرون بیاورم. نباید تنها به خاطر نداشتن تمام زحماتم را یک جا هدر بدهم. ساعت 11 شب بود. فردا جمعه است. یقین دارم امشب همه اهل خانواده در منزل حاج محمود جمع هستند. بله، امشب هفتمین در گذشت پدر حاج خانوم است. همین امشب فرصت دارم. فردا دیر است. نازگل را برداشتم و به مدیر مسافرخانه گفتم بچه تب کرده. فکر میکنم سرما خورده. بیتابه. باید اونو به بهداری برسونم و فوراً راهی بهداری شدم. گفتم دکتر به فریاد بچه‌ام برسید. اسهال و استفراغ قصد جون بچه‌مو کرده. دکتر نازگل را معاینه کرد و برایش نسخه نوشت. فوراً به داروخانه رفتم و داروهایش را گرفتم. بعد راهی منزل پدرم شدم. نازگل را روی صندلی عقب خواباندم. اتومبیل را چند خیابان پایین‌تر پارک کردم. تا جلوی درب خانه دویدم. وقتی رسیدم نفس نفس می زدم. از در بالا رفتم. با نقشه‌ای که طرح کرده بودم نباید از دست کلید استفاده می کردم. داخل باغ پریدم. برق‌ها خاموش و سکوت بر فضا حکم فرمایی می کرد. یک راست راه زیر زمین را پیش گرفتم. صدای پارس کردن سگ نقشم را به هم ریخت. سگ مرا می شناخت، اما نمی دانم آن شب چه مرگش شده بود. نزدیکش شدم. ساکت ماند و زوزه خفیف کشید. چند قدم نزدیکتر شدم و ناگهان با چماقی که دست گرفته بودم بر سرش کوبیدم. هرچند دلم سوخت، اما بیشتر از او دلم برای خودم، همسر و فرزندم می سوخت. به سمت درب زیر زمین برگشتم. یک در آهنی که شیشه های باریکی در قسمت های بالایش قرار داشت. چنان با لگد به در کوبیدم که هر دو لنگش بدون هیچ مقاومتی باز شدند. چند پله پایین رفتم. زیر زمین تاریک بود. حوض زیر زمین پر بود از کوزه های قدیمی و چند جعبه که پر از گرد و غبار بود. صدای گربه وحشتی به دلم انداخت. فوراً چراغ قوه را خاموش کردم. لحظه ای ایستادم. هیچ خبری نشد. می دانستم جعبه جواهرات مادر زیر کدام سنگ پنهان است. سنگ خاقانی که روی تاخچه به کار رفته بود. همه جا را به هم ریختم. برای اینکه رد پایی نماند جعبه ها را شکستم و در آنها را باز کرده و هر یک را به سوی پرت کردم. در صندوق را گشودم. تمام بغچه های مادر بزرگم و آلبوم عکس ها و حتی قواره های نبوریده پارچه را بیرون ریختم و هر یک را به سوی پرتاب کردم. همه چیز حالت طبیعی به خود گرفتند.
بعد چند سنگ خاقانی از گوشه کنار زیر زمین کندم. آن وقت سراغ سنگ اصلی رفتم و اون را برداشتم. زیر سنگ خالی بود و جعبه آهنی صدا کرد و گفت دنگ. تکانی خوردم. فوراً در آن را باز کردم. یک جعبه چوبی درون آن بود. در آن را نیز شکستم و بالاخره مرواریدها، طلاها، جواهرات گران قیمت و عتیقه‌ای که یادگار مادر بزرگ مادرم بود. همه قیمتی بودند و زیر نور چراغ قوه چنان می درخشیدند که گویی به خورشید نزدیک شده بودم. همه را در کیسه ای ریختم و درون پیراهنم گذاشتم. با عجله و دست پاچه از زیر زمین خارج شدم. بار دیگر از در باغ خود را بالا کشیده و به کوچه انداختم. تمام مسیر را تا جلوی اتومبیلم دویدم. دیگر نفسی برایم باقی نمانده بود. آخرین توانم را به کار بستم تا بتوانم سوار شوم و اتومبیل را به حرکت در بیاورم. نازگل هنوز خواب بود. به سرعت در خیابان ها می پیچیدم و صدای جیغ چرخ ها در دل کوچه های تاریک می پیچید. به مسافرخانه رسیدم. اتومبیل را سر جای اولش پارک کردم. نازگل را بغل گرفته و پاورچین وارد مسافرخانه شدم. مدیر مسافرخانه خواب بود. آهسته و با احتیاط به اتاقم رفتم و نازگل را روی تخت گذاشتم. کیسه را جای مطمئن لابلای لباس ها در چمدان نازگل پنهان کردم و روی زمین دراز کشیدم. سردم بود. شاید هم از شدت وحشت می لرزیدم. وحشت از چه؟ از لحظه ای که مادر به خانه برگردد و جای خالی جواهراتش را ببیند. وای، نکنه سکته کند، نکند بمیرد. صبح روز بعد همراه نازگل از مسافرخانه خارج شدم. کیسه پر از جواهرات را در صندوق عقب اتومبیلم پنهان کردم و از شهر خارج شدم. حالا کجا بروم؟ و نمیدانم چه شد که سر از همان قهوه خانه ای در آوردم. همان قهوه چی که نام دخترش معصومه بود. همان که بساط تریاک کاک مراد را فراهم کرد. مرا به یاد آورد و به خوبی شناخت. بار دیگر پله ها را بالا رفتم و وارد همان اتاق شدم. نازگل را به معصومه سپردم تا لباس ها و پوشکش را عوض کند. قهوه چی فوراً بساط تریاک را ردیف کرد. نفس راحتی کشیدم. چه جای امنی؟ احساس آرامش می کردم. هیچ کس نمی داند من اینجا هستم. هیچ کس نمی تواند حتی حدس بزند.